در سیستم‌های فرکانسی که عدد ویدیوی و ترشولد سطح و حجم داره، شما اگه بخواید حفره‌ها، چاه‌ها، کانال‌ها یا محل‌هایی که طبیعی نرمن تشخیص بدید یا محدوده‌هایی که هدف از اونجا برده شده، مخصوصاً اهدافی مانند طلا و نقره که اثر بر خاک اطراف خودش میذاره، میتونید از عدد ویدیوی متفاوت بهره ببرید. در آنتنی‌ها و در تصویری‌ها، در هر دو نوع، در هر روشی که میخواید استفاده کنید، اگر میخواید تشخیص بدید در جایی کانال هست یا چاله هست یا چای کوچیکه یا تغییرات بزرگه، از ویدیوهای صد میتونید بهره ببرید. ویدیوهای صد با ترشولد 30 برای مشخص کردن چاهای کوچیک دهنه هاست. ویدیوهای صد با ترشولد 35 برای تشخیص کانال ها و مسیرهای مانند کانال ها پیوست است. ویدیوهای 100 با ترشولد 40 برای محدوده ای از چاهای بزرگ یا عمیقه. ویدیوهای 100 با ترشولد 45 برای بزرگترین تغییراتیه که در یک محدوده به وجود میاد. میتونه جاهایی باشه که در سطح وسیع کنده شده و پر شده. این عدد ویدیوهای 100 با ترشولد 30 35 40 45 برای به ترتیب چاهای کوچیک، کانال ها، چاهای بزرگ و عمیق و جاهای بسیار بزرگ که کنده، پر یا اونجا تغییرات خیلی عظیمی درش به وجود اومده. خب این پیدا کردن حفره چاه و کانال هاست و حتما نباید اینها خالی باشه. اگه کنده شده باشه، پر هم شده باشه، با این کد ها پاسخ میده و این روش میشه حفره ها و چاه ها و کانال ها رو تشخیص داد. خب در تشخیص عمل کردی با آنتنی یا با تصویری، این کدا رو میشه استفاده کرد و در تصویری ها میشه نوع تصاویرش رو به دست آورد که چه حفره‌ایه چه کانالیه. روی تنظیمات نرم افزار هم میشه قبل و بعد تصویرگیری ازش بهره برد. ولی در رابطه با جاهایی که دست خوردن از این کدا میشه بهره برد، ولی در رابطه با اونهایی که خودشون به طور طبیعی نرمن یا سستن یا نسبت به اطرافشون نرمتر یا سسترن، که عمدتاً به اینها حوازدهی هم میگن نظر علمی، جای نرم سست حوازدهی، اینجا دیگه شما از ویدیوهای 100 با ترشولدی مانند ترشولد 25 میتونید بهره ببرید. ویدیوهای 100 و ترشولد 25 ویدیوهای 100 ترشولد 25 کاربردهای گوناگونی رو در یک محدوده داره. شما میتونی از ویدیوهای 100 ترشولد 25 ویدیوهای 100 ترشولد 25 برای جاهایی که اهدافشون هم برده شده، مدت خیلی زیادی در اونجا موندن، باقی موندن، مثل طلا و نقره یا فلزاتی که دیامغناطیس یا پرامغناطیسن و بر اطراف خودشون اثر میزنن، یعنی انرژی میگیرن و انرژی میدن، محدوده وسیع رو آلوده میکنن. این اهداف از اونجا هم اگه برده شده باشه، ویدیوهای 100 ترشولد 25 به جواب میده. حالا اگه شما جایی ویدیوهای 55 ترشولد 45 رو انتخاب کردید، اون محدوده رو گرفتید، دیوارهای داخلی خارجی همه کاراش انجام دادید یا تصویرگیری کردید، بعد اومدید ویدیوهای 100 ترشولد 25 رو دادید و دیدید مشترکاً یه واکنش و یه نقطه رو میگیره که ویدیوهای 55 ترشولد 45 میگیره، یعنی هدف اصلی از اونجا برده شده. ولی فلزاتی که پوسیده میشن کاملا با ویدیوهای 100 ترشولد 25 پاسخ میده، یا جاهایی که طبیعی نرمن، یعنی به طور طبیعی نرمن، ربطی به چاه‌ها، چاله‌ها، حفره‌ها یا کانال‌هایی نداره که دستی ساخته شدن و پر شدن یا خالی هستن. اینو بعد در نظر داشت که میشه با سیستمایی که عدد ویدیوهای و ترشولد 100 تا 8 داره، وضعیت کانال‌ها، چاله‌ها، جاهای دست خورده، حفره‌ها، جاهایی که طبیعی نرمن یا حوازده‌ای‌ان، عمل همرفتی یا جابجایی انرژی نیرو درشون انجام میشه، قابل تشخیصه و این مزیت سیستمایی که شما میتونید جلوگیری کنید از خطا یا تشخیص منابعی مانند اینها یا مشخص کردن موقعیت اون منابع یا اهداف یا جاهایی که حفاری شده، پر شده، همه این کیفیت ها رو میتونید ازش بهره ببرید. پس در اینجا بحث ویدیوهای 100 و ترشولد 25 که شما به طور مثال اگه یه هدفی رو
در کد آهن خواستید، مثلا ویدیو های یک رو دادید ترشورد 45، این منبع از بین رفته. وقتی ویدیو های 100 ترشورد 25 رو بدی، بری همون جایی رو بگیره یا همون واکنش رو داشته باشه که ویدیو های یک ترشورد 45 داره، این هدف نابود شده است که نیاز نیست بهش دست بزنید. اینجا خواستیم تفاوت بین ویدیوهای رو بیان کنیم که مثلا ویدیو 55 ترشورد 45 رو میدید، میره همون جایی رو میگیره که ویدیو های 100 ترشورد 25 میگیره. این یعنی اینکه اون فلزه از اونجا از نوع طلا یا پارامغنات دیامغنات برده شده، دیگه اونجا نیست. یا مثلا ویدیو 95 ترشورد 45 رو میدید، یه محدوده رو میگیره، یه واکنش داره. وقتی ویدیو 100 ترشورد 25 هم میدید، همون محدوده رو میگیره، همون واکنش داره، اون نقره دیگه در اون محدوده نیست، اون از اونجا خارج شده. این تفاوت اعداد ویدیو و ترشورد هاست برای تشخیص منابع متفاوت، که یه اپراتور اگه بخواد کار خوبی انجام بده باید اعداد درست و صحیح رو بدونه و در صحنه اصلی کار نسبت به نیازشون رو پیاده کنه و اون چیزی رو که لازم داره تشخیص بده. اشتباه نکنه در تشخیص ها، خطا نکنه، چون سیستمی که میتونه در عین آن در زمان تمرین طلا رو در صد در عمق بگیره یا حفره ها و چاله ها و کانال ها رو تشخیص بده، پس در صحنه اصلی کار هم همین توانایی رو داره. پس اپراتوره که باید کیفیت خوب در چنین سیستمی با این نوع کارایی پیاده کنه تا بتونه محل هدف اصلی یا حفره ها، چاه ها، محل های نرم، حوازه دهی یا کانال ها رو تشخیص بده و مشخص بده.